مگه خواسته داری؟ این خیلی شرط کرده اگه خواهر خانه دشتی زن احمد خانه کنگستونی بشه عروسی سر میگه. مثل اینکه داره میگه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. یعنی بالیوز این حدودا چیکار میتونه داشته باشه؟ هیچی، جاسوسی. خودش میگفت اومده شکار. آه ما هم سیدش کردیم. دیدیم که کمپانی هند شرقی در واپسین روزهای قدرت به بهانه محاصره هرات ارتش مستعمراتی امپراتوری انگلیس را برای تصرف سواحل جنوب ایران بسیج میکند. جنوب بیدفاع، جنوب آسیب پذیر. خصم در راه است. تنها 300 دلاور به سرکردگی احمد تنگستانی و گروهی از مردم ساده بندر بوشهر در تکاپوی دفاع هستند. اطراف قلعه نیمه ویران سنگر می سازند. سلاح‌های پوسیده را به جوهر ایمان صیقل می دهند و رو در روی بی پروا با 7000 سرباز خصم را تدارک می بینند. نقطه های امید اندک است. یاران دیرین از پیوستن به دلاوران تفره می روند. آیا می توان به یاری حاکم بوشه و زراد خانه بیمصرفش دل بست؟ خب دیگه سوا می شیم. خدا به همراه. خدافظ. به درخواست سلام برسون. خیر پیش. یا الله معطل نشو پاشو بینم بعد مسا بجام دیگه درا برو جلو بچه من چی کار کردم حرف اضافه نزن ده اینقدر نکنال نکن آخه چرا واسه چی خفه خون بگه بیس با کی کار داریم با دریا بگی با جناب حاکم آره بگو احمد تنگستونی اومده همینجا باش من میرم پیش حاکم بگم احمد خان تنگستونی اومده تکلیف این پدرسوخته باز روشن بشه تا حکم جناب حاکم چی باشه جناب حاکم جناب حاکم احمد خان تنگستونی اومده اینجا بله بله بیرون وایسادن عجب بساطو جمع کنین زود باشین سلام فرزند رشید من احمد خان ما رو سرفراز کردی صفا آوردی مرحمت داریم احمد خان تنگستونی سلام علیکم شما که از خودمونین بفرمایین راحت باشین احوال ابوی چطوره؟ چرا تشریف نیاوردن؟ ایشون که همیشه به ما کم لطفه خیلی گرفتارن سلام رسونده بفرمایین خواهش میکنم بفرمایین خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم راحت باشین یا الله یا الله خب امسال وضع کشت و کار چطوره؟ هنوز چشممون به آسمونه انشاءالله سال پربرکتیه هنوز وقت هست تا گرما وقت زیادی هم نمونده آقایون همه مسبوق هستید که در این ایام وخیم چشم امید مردم بوشهر به رادمردانی مثل باقرخان و احمد خان و مردان غیور تنگستونی دوخته شده
گویا بالاخره جناب حاکم پی بردن که بعد از سالها درگیری با اموال حکومت همین مردم سادگی تنگستون و امثال اونا هستن که از این آب و خاک حراست میکنن. همینطوره. البته این کدورت های جزئی در هر منطقه ای هست، بلکه در تمام دنیا. اینها اختلافات خانگی است که باید برادروار بین خودمون حل بکنیم. حقیقتا فرمایش متینی. باور بفرمایید از اینکه تو شهر شایع شده که قصد مقابله با تجاوز اجنبی را دارین واقعا خوشحال و مسروریم. مرحمت دارین. البته ما هنوز کلام آخر رو نگفتیم، اما خب انشاءالله آقایون فقط کنار گود وانمیستن. امیدوارم انتظار بی جایی نباشه. نه نه اصلا و ابدا، این تکلیف شرعی ماست. خب الحمدلله توافق حاصله، ما جنگ میکنیم. باید دید آقایون تو این جهات چیکار میکنن. ممکنه چند کلمه خصوصی با هم صحبت کنیم؟ بفرمایید بیرون. با اجازه. قصد اگر واقعا جهاده، باید احتیاط‌های معمولی که محتمل است راه تجارت با هندوستان بسته شود و کنار بذاریم. وضعی پیش اومده که باید میخ رو محکم بکوبیم. ما با اونایی که روش معمول رو پیش میگیرن کاری نداریم. البته حق با شماست، ولی اطلاع داریم که موقعیت سیاسی منطقه و نوع اختلاف امپراتوری بریتانیا با دولت مرکزی ایران طوریست که مقابله آشکار صلاح نیست. مقداری هم باید احتیاط کرد. قضیه سر و کار ما با اینها صحبت امروز فردا نیست. اومد و خواستیم مقابله کنیم. کو سرباز، کو تجهیزات، کو یارای مقابله با این بحریه عظیم امپراتوری بریتانیا. کو دولت مرکزی که قوا میفرسته. بله، ولی تصور میکنید که شجاع الملک پاش رو از برازجون این طرفتر بذاره؟ محاله. سوارای قشقایی هم همینطور. بوشهر میمونه بی دفاع. همه افراد داوطلب و فراش‌های حکومتی و داروغرم که جمع کنیم به 200 تا نمیرسه. الان انگلیسی ها فقط تو بالیوس خونه 150 سرباز دارن، اونم 150 تا سرباز تعلیم دیده، نه داروغه گشنه. با اجازه کی؟ حالا ما کار نداریم با اجازه کی، وضع موجود اینه. حالا تکلیف چیه؟ خب تکلیف ما که روشنه، خودمونیم. اگه بخوایم انصاف بدیم، تقصیر بیدفاع موندن بوشهر گردن حکومته. حالا اگه بخواید دفاع مملکت رو به عهده رعیت بذارید که مثل مرغ تو عزا و عروسی فدا میشه، کار خلاف معمولی نکردید. بنده از اولم امید به بسیج حکومت بوشهر نداشتم، هرچند نیت باطنی اشخاصم شرطه. غرض از اومدن به اینجا تأمین اسلحه و مهمات بود. به این ترتیب که شما میفرمایید چندان مورد احتیاجتون نیست، بهتره پیش ما باشه تا به دست دشمن بیفته. بشین. بسیار خوب، اما اول باید اجازه حکومت مرکزی رو گرفت، ثانیاً با نظارت حکومت بوشهر باید مصرف بشه. چه نوع نظارتی؟ خیال میکنین تا ما تفنگو گرفتیم میزنیم به کو؟ یاغی میشین؟ یا مقاومت در برابر بیگانه خودش یاغیگریه و ما نمیدونستیم؟ ابداً، به هیچ وجه چنین تصوری نفرمایید. غرض فقط رعایت تشریفات معمول است. اگر اینها موجود باشن، به هر حال تحویلشون به شما مجوزی هم میخواد. پدرم حق داشت.
بارون صدا تو. آقا مگه شما رحم و مرافت درتون نمیشه؟ چرا میزنیم؟ ساکت. آقا یک دو بگیم من چه گناهی کردم؟ حقیقت چه کتر اصلا صرف نظر بفرمید. خفه میشی یا نه؟ احمد خان شما که مطلع و فهمیده هستن. غرض من فقط رعایت سلسله مراتبه. چرا میزنه؟ آقا من چه گناهی کردم؟ شما با امور حکومتی به قدر کافی مشغله دارید. اینجور گرفتاری‌ها رو بهتره به رعیت‌ها واگذار کنید. بس دیگه. خفه میشی یا نه؟ آقا بیا اصلا چرا میزنی؟ برگام شو. آقا من چه گناهی؟ آقا چرا؟ برش کنید بنده خدا رو. ای خدا ببخشت جوون. خدا نگرت داره جوون. ای بابا خیرت جوونید ببینید جوون. حالا آمدم خدمت. چه کاری به صلاحه؟ دریابیگی میتونه و باید کمک کنه. البته افراد در زندگی رفتار مختلفی دارن. اگر از کمک به شما عذر آورده به خاطر حراس از انگلیسی ها بوده، نه اینکه خدای نخواسته بخواد در کار جهاد مسلمین اخلال بکنه. انشاءالله اینطور باشه، ولی این نتیجه عمل یکیه، چون به هر حال حضرت آقا که توجه دارن. کمک نکردن به ما یعنی مساعدت به انگلیسی ها. اما موقعیت هم شرطه. در واقع امر هر نوع عمل او از نظر اجنبی در حکم اقدام رسمی دولت ایران تلقی میشه. به هر حال تصور من اینه که به قدر کافی میتوانید روی مساعدت مردم بوشه متکی باشید. اجازه من میفرمید. مردم مؤمن و با غیرتی که تعدادشان کم نیست آماده ی جهاد شدن. با تقسیم اسلحه استعداد کافی هم برای مقابله پیدا میکنن. بله. صحبت کردن سر نیت واقعی دریابیگی خالی از فایده است. باید دید مردم بوشهر چه میکنن. عده‌ای از آقایون مؤمنین استعداد و استطاعت فراهم آوردن اون مهمات رو دارن. دریابیگی هم بالاخره مجبور تکلیف خودش رو روشن کنه، یا افراد خودش و مردم مسلح میکنه یا اینکه قورخونه حکومتی رو تحویل ما میده. مسلماً طریق اول رو انتخاب میکنه چون مرد زیرکیست. مطمئن باشین به فضل پروردگار اون بارودها فقط برای سوراخ کردن سینه دشمنان به کار میاد. خدمتتون عرض کنم که ما از قبل در این فکر بودیم و همین امروز فردا محموله‌ای که عرض کردم از بحرین میرسه، که البته قسمتی از اون تحویل شما میشه. فقط نظارتی بفرمایین که به قلعه برسه. حتما انشاءالله. فرمایشات جنابالی بعد از اون ملاقات باعث خوشحالی و قوت قلب منه. اللهم انصر الاسلام و اهله. من که نتونستم مجابش کنم اینجا وان است، اقلا تو بهش بگو مواظب خودش باشه. والا چی بگم، ماشاءالله خودش بزرگه دیگه. به خدا میسپارمت. خدا حافظ مادر جان. Thank you.
همین کافیه پدر؟ امروز باید به دستش برسه. واگن حماقت کردند. اونها ندونند گرفتن یک گاله کوچک برای ما از نوشتن یک نامه خیلی آسان‌تره. بنده عرض کردم که مذاکره با اونها هیچ حاصلی نداره. البته این کار خود باقرخان نیست. این احمد خان شراب نارسه. بنده اطلاع دارم، البته شاید به جنابالی هم راپورت رسیده باشه، با دریابیگی هم ملاقات کرده نتیجه نگرفته، اما علاوه بر اون دو اراد توپ و مهمات اصلا با خان دشتی هم متحد شده. نمیدونم مقصودش چیه، ولی کارش عاقبت نداره. پس اینطور بهتره دست به کار بشی. میدونی که چی کار باید کرد؟ البته. Take it. Take it. بگیر. ولی آخه بگیر. این دستمزد شما، زحمات شما از قبل باید جبران بشه. ما که هنوز خدمتی نکردیم. به جناب بارلیوز بفرمایین خاطرشون جمع جمع باشه. توفنگچی های بندری کاری میکنن که دشتی ها و دشت سونی ها تو پسوی خونشون قایم بشن. هیویش از تو آشور یور اکسلنسی دات هی ویل دو هیز بست. تنک یو. یاقی های تنگسون حتما تنها میمونن. تنک یو بری مرچ. من در بوشهر میمونم. تکلیف منو دولت مرکزی معین میکنه، نه بالیوز دولت فخیمه انگلیس. سوء تفاهم شده، کسی تکلیف تعیین نکرده. این یه پیشنهاد دوستانه است. به خاطر حفظ شؤون و شخصیت ممتاز جنابالی بهتره که تو این اوضاع ناخوشایند رویه بیطرفی پیش بگیرین. خواهین دید که به نفع شما و مردم و دولت علیه ایران تموم میشه. نظر آقایونم که قرضی جز سلامت وجود مبارک و عزیز شما رو ندارند همینه. میرزا، صلاح مملکت خیش خسروان دانند. ما اونچه که به عقل ناقصمون میرسید قبلنم گفتیم. خداوند باری تعالی گواهه که منظور چاکر بقای شوکت و عزت شخص جناب عالیه. نظر همم هم همینه. جناب دریابیگی میتونن این چند روزه رو در بند منزل لطیف داشته باشن، زیادم از شهر دور نیست، از همونجا میتونن بر کار حکومت نظارت داشته باشن. حدود یک ماه خورده ای از ضرب العجل گذشته، جهازات جنگی تا مغرب تو خلیج لنگر میندازن، دیگه کار تمومه ها. حال خود دونید دیگه چی کار میشه کرد. تا این لحظه برای مصالحه بین دولتین همه گونه اقدام و فداکاری کردین، حالا بقای وجود خودتون مهمه. اما مردم شهر چی؟ تکلیف اینا چی میشه؟ نابود میشن. عجبا عجبا، از شما بعیده که قصه مردم رو بخورین. تا
به حال برای اونها چه کردین که از این به بعد بکنین؟ مردم، مردم، مردم همیشه و در هر وضعی زنده میمونن. این من و شما هستیم که نابود میشیم، فراموش میشیم. این سزای ماست که نابود بشیم. پس فرق ما با احمد خان و اون پاورانه های تنگستونی چیه؟ هیچ، فقط ما عاقل تریم و همینم هست که حق داریم برای اونها تصمیم بگیریم. خودمونیم. قلع و قمع تنگستونی ها به نفع جناب حاکمم تموم میشه. یه دسته بزرگ یاقی کمتر. بله. خدا رو شکر که هرگز به اندازه تو خبیث نبودم. ممکنه تو عاقل تر باشی، اما ما چیزایی رو حس میکنن که تو ازشون بیخبری، چیزایی که تو رو به فکر نمیندازه. کاش من به جای اونا و میون اونا بودم. اما من حاکمم، حاکم. و اشکال قضیه اینه که میخواین حاکمم بمونین. پس معتقدین که تو این بازی کنسول منو مات کرده؟ اختیار دارین. چرا مات شدین؟ جناب دریابگی، این دولت قاجاره که شما رو مات کرده، همه رو مات کرده. اما این یه باخت کوچک و موقتیه. صحیحه. باختای بزرگ و دائمی در پیشه. فوراً اسلحه و مهمات و حکومتی رو به مسجد ببرین، تحویل مجتهد بدین که بین مردم تقسیم کنن. اما جناب حاکم دیگه دیر شده، اون روز که احمد خان میخواست موافقت نکردین. هر چی گفتم میکنین. ما ناچاریم تو این جهاد شرکت کنیم. اومدن. اینو بگیر. بده من. بودو. ای پیش قربان، قربان کامه. دارن اسلحه خونه حکومتی رو بین مردم تقسیم میکنن آلی جناب. حالا باید چیکار بکنیم؟ هیچ وقت فکر نکردم اینقدر احمق باشه. من دریا بیگی رو فکر بیشتر رو کیل میکردم. دریا بیگی مرد حسابگریه، اما احساساتی شده. پشگرمی اینا به تنگستونی هست. به هر حال شاید بهتر باشه با اومدن
جهازات دولت فخیمه بریتانیا شما بوشهر رو ترک کنید. مهم نیست، هدف اصلی ما هست اونجا. گله رو تصرف کرد و بعد حتما اونها اسلحه زمین گذاشت. کاملا درسته، همینطوره. اما جناب بالیوز قصد دارن در بوشهر بمونن؟ به عقیده بنده ابدا موندنتون صحیح نیست. من فکر کرد از اینجا رفت. البته بنده هم با اجازه عالی جناب شهر رو ترک میکنم. نه میرزا، شما میدونی نماینده من هستی. لباس نظام پوشید، با 100 سرباز همین جا موند. تا اومدن ما مقاومت کرد. 10 سرباز بیرون گله و بقیه همین جا. حالا عجله کرد فوراً. خالی. ها اون قربه سرکت خالیه، بالا زیرش چیزی نیست، حزیر خالیه. چی داشت؟ اینا چی هست؟ گفتم که خورما و پیاز. اینا؟ اونا خورماست. اینا؟ اونم پیازه. اینا؟ اون خالیه، هیچی نداره. بگیر بگیر تشکر. خورما. اینا تشکر. بله اینا مال دوستات. تشکر. برو برو، خدا عمر عزت بده. بره برو.
تو همیشه باید سرباز نمونه باشی. خاطر جمع باشی. اونجا مطمئن هست؟ بله آلی جناب، بندرگاه در اختیار شماست. خورشیدو گاری داره میاد. وایسه ایمو وایسه. خسته نباشی پدر. سلامت باشی فرزند. بیا این بچه ها. اتنشن. بار می کردم انشالله. جلد باشید بچه ها. سلام خان. سلام علیکم زار علی. خسته نباشی. بفرما بفرما تو برو تو راحت باش. جانم خورشیدو اینو ببر بده به دیدبان. بیا مادر. بفرما بفرما مادر. ازشون درد نکن. چند تا باریکشیشون نقص نداره. خورشیدو به احمد خان بگو کشتی انگلیسی رسیدن.
منتظرشون بودی. حالا مردا باید غیرت کنن. باید نشون بدیم با کی طرفن.